در این بخش من میخوام به موضوع جنبندی بحث اوکراین و تجاوز روسیه به اوکراین بپردازم و اینکه این چه تأثیری میتونه روی شرایط جهان به خصوص ما داشته باشه. ببینید، روسیه به طرز احمقانه ای و به طرز ساده لوحانه ای، یعنی ولادیمیر پوتین در واقع، تصمیم گرفت که یک ریسک بسیار بزرگ انجام بده و تصور میکرد که اوکراین یک شبه یا چند روزه سقوط میکنه. حتی افرادی هم به عنوان رهبر آماده کرده بودن که در اوکراین، در کیف، به عنوان رئیس دولت معرفی بکنن و کلن حکومت جدیدی را معرفی بکنن. اما ملی‌گرایی و ایستادگی آدمی مثل زولنسکی و بسیاری از شهروندان اوکراینی و ملت اوکراین نشون داد که خواست و اراده یک ملت بر هر چیزی در جهان، از جمله بزرگترین ارتش‌های هسته‌ای جهان، برتری داره. یعنی چی؟ یعنی این که ملت یک کشور اگر نخوان چیزی رو قبول بکنن، هیچ قدرتی در جهان نمیتونه اون ملت رو مجبور بکنه، حتی بزرگترین ارتش ها. این درسی برای خودمون مردم ایران که به خودمون بیاییم و اختیار کشورمون رو خودمون دستمون بگیریم. اما روسیه و ولادیمیر پوتین در واقع در یک مخمصه بزرگ افتادن، یک محاسبه بسیار اشتباه و غلط کردن و جنگی که شروع کرده پوتین در اوکراین به نظر میاد که سالها ادامه داشته باشه. یعنی به این سادگی ها تموم نمیشه. در طول این مدت زمان قطعا روسیه منزوی خواهد شد شدیداً. الان انرژی و نفت و گاز بسیار متکی به روسیه است، اما در طول زمان و به مرور زمان این اتکا از روی روسیه برداشته خواهد شد، روی کشورهای دیگه میره. حتی الان غرب مجبور میشه که به رژیم هر امتیازی که میخواد بده، که در این برنامه بهش میپردازم، و ازش نفت بخره لااقل موقتاً، چون قطعاً این توافق بازگشت به برجام موقت خواهد بود. اما حالا در بخش بعدی براتون توضیح خواهم داد که این بازگشت به برجام چطوری خواهد بود و چه اتفاقی خواهد افتاد. اما اصولاً این وضعیتی که دنیا درش قرار گرفته به خاطر ضعف و سستی در ایالات متحده است. یعنی ما یه مسئله داریم میان که ز نیرو بابد مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. این عین واقعیته. ببینید، آدمی که نخواد قدرت نشون بده، نخواد اقتدار نشون بده، راسخ نباشه، برای چی ما همش روی این داریم تکیه میکنیم؟ از چه از سیاست کلی و تمدنی که داریم پیشنهاد میدیم، یعنی ما پیشنهاد نمیدیم، تو ایران بوده، نادیده گرفتن مردم و به این روز افتادن، و داریم پیشنهاد میدیم که برگردیم ما به این دیدگاه و معانی عمیق و جدید که با زندگی امروز همخوانی داره رو استخراج بکنیم. این پیشنهاد ماست. اما اون بر پایه راستی و نیروه، هر چی که هستش. شما وقتی ضعف نشون میدی، یعنی بایدن در جلوی آشغالترین آدمای جهان فقط کوتاه میاد، این شما رو مجبور میکنه چیکار بکنی؟ بیای بری با آشغالترین آدمای دیگه مثل علی خامنه ای، رهبر ونزوئلا، بدترین آدمای این دنیا معامله بکنی. یعنی چی؟ راستی رو و حقیقت رو و درستی رو قربانی بکنی به خاطر اینکه آدم ضعیفی هستی. و این تقصیر خود مردم آمریکاست. یعنی اونجا دموکراسی همه میدونن، و تنها کسی که گفت اینجا تقلب شده در انتخابات ترامپ بود، و هیچ کس نتونست واقعا این رو در دادگاه ثابت بکنه. و بنابراین ملت آمریکا خودشون این رو انتخاب کردن. این تقصیر خود ملت آمریکا هم هست و درس خواهند گرفت و اینو درست میکنن در انتخابات بعدی، قطعا من مطمئنم. اما به هر حال الان شرایط که بایدن درست کرده در جهان و ضعفی که نشون داده، نه تنها برعکس اون این همه هارت و پورتی که میکردن، آقا صلح ایجاد خواهد کرد، ما اتحاد ایجاد خواهیم کرد، نه تنها در خود آمریکا دو دستگی شدید به وجود اومده و نارضایتی در بالاترین حده، بلکه دنیا را هم به گن کشیده. یعنی چی؟ یعنی با تروریست ها، آدم کش ها، جلاد ها، با اینا وارد معامله شدن، کار کردن، جنگ را انداختن در دنیا. یعنی ضعف و سستی بایدن باعث شد جنگ را بیفته و جنگ های بیشتری در راه خواهد بود، احتمالاً تایوان هم در راه است قضیهش. این شرایط، یعنی این کجا به نفع دنیاست؟ یکی بیاد به من بگه که این کجا به نفع ملت آمریکاست، کجا به نفع دنیاست؟ یکی بیاد بگه دیگه، توضیح بده واقعا. اینایی که تو آمریکا دموکراتن به من میپرن وقتی من ایراد دموکرات‌ها در آمریکا رو میگم، اینا بیان توضیح بدن که آقا کجای اینا درسته، کجای این رفتارها صحیحه، کجا این به نفع کی تموم شده، چه آمریکایی‌ها، چه ایرانی‌ها، چه اوکراینی‌ها، تایوانی‌ها و غیره. اما یه بُعد دیگه داستان فقط بایدن و اینا، آمریکا و اینا نیست، بلکه پوتین هم است، ولادیمیر پوتین، و ما بسیار باید مواظب این موضوع باشیم. ببینید، ما 27 بهمن
برنامه منتشر کردیم که عنوانش هستش روسیه از مذاکرات وین بهره برداری شخصی میکنه. همونجا من به شما گفتم که پوتین برجام و بازگشت برجام رو به گروگان خواهد گرفت، یعنی همون زمان چند روز پیشه، یعنی بیش از 20 روز پیشه. همونجا من به شما گفتم قبل از اینکه برجام منعقد بشه دوباره پوتین حمله خواهد کرد و همین اتفاق افتاد. الان دقیقا همونجا هستیم و شنونده های ما عموما جلو هستن از سیاست، بخاطر که ما چیزهایی رو بهشون میگیم و بسیار مسائل بلندتری هم تا الان بهشون گفتیم، یعنی بسیار دوربینانه تره که بعضیا جدی میگیرن، خیلی جدی نمیگیرن، خیلی در خارج از کشور هستن و اصلا براشون مهم نیست که جدی بگیرن یا نگیرن و عموما آدمای مختلفی داریم، اما خیلی هم جدی میگیرن. اونا که جدی میگیرن عموما جلوترن از سیاست، چون ما مسائل رو پیشاپیش بهشون میگیم و تمرکز داریم روی سیاست. ببینید برای من مشخص بود وقتی که روسیه کلن این مذاکرات برجام رو در دست گرفته و اولیانوف هستش که همه چیز رو داره هماهنگ میکنه در وین، اول آخر روس‌ها میان سراغ منافع خودشون. الان مشخص شده که همینطور هست که در بخش بعدی به اون خواهم پرداخت و روسیه قراره 500 میلیارد دلار از برجام گیرش بیاد. یعنی یکی بیاد به ما بگه که این پول که فقط پول ملت ایران وسطه چطور قراره 500 میلیارد دلار، یعنی 500 میلیون دلار گیر روسیه بیاد، برای چی؟ و الان چند روزه که وزیر خارجه روسیه میگه که آقا ما منافعمون باید تضمین شه در برجام، در بازگشت برجام، و همه میگن که آقا تو گروگان گرفتی، روسیه گروگان گرفته برجام رو و بازگشت برجام رو، چیزی که ما بیش از 20 روز پیش گفتیم اتفاق خواهد افتاد. ببینید عزیزان، یک چیزی که ما باید در ایران حواسمون باشه اینه ولادیمیر پوتین و کلن روسیه و این سیستم و دستگاهی که هست روسیه، هر جا احساس بکنه که منافع داره میاد و هجوم خواهد بود برای گرفتن خاک. الان علی خامنه‌ای با سرعت به این سمت داره میره، پیمانهایی داره میبنده که ما هیچ چیزی در مورد جزئیاتش نمیدونیم. ما فقط میدونیم که سهم ایران از 50% دریای خزر به 8% کاهش پیدا کرده. ما الان فقط میدونیم که بزرگترین میادین گازی شمال کشور رو دربسته دادن به روسیه و نفر دوم چینه که قراره اونجا بخوره. ببینید وقتی یک آدم پررو بیشتر مثل ولادیمیر پوتین اینطوری بهش داده میشه و همه چیز تقدیمش میشه، این خواهد اومد برای گرفتن یک چیز بیشتر. و در معاهده‌ای که اینها سر خود امضا کردن با روس‌ها، تنها کشور روسیه است که میتونه نیروی نظامی در دریای خزر داشته باشه. یعنی چی؟ این روس‌ها اجازه خواهند داشت بیان تو ساحل ایران با کشتی‌های جنگی. و اول آخر وقتی ببینه پای منافعش و میدان گازی در جریانه، هیچ تعجبی نکنید اگر نیرو پیاده بکنن. این افرادی که در رژیم و در کشور خودشون زدن به بیخیالی، وضعیت اوکراین رو نگاه بکنید. من دارم همینجا هشدار میدم، این میتونه برای ما هم اتفاق بیفته، غیر ممکن نیست، میتونه اتفاق بیفته و این راهی که خامنه‌ای داره میره قطعا به این سمت میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ چون همونطور که خودشون میگن اگر مردم ایران از نظام دفاع نکنن، فاطمیون و زینبیون و دیگران که آوردن و مردم رو کشتن در دیماه و آبان، این بار روزها رو میارن که بکشن مردم رو در ماهای دیگه. ببینید داره کشور به سمت نابودی میره، داریم بدون جنگ جهانی در شرایط جنگ جهانی دوم قرار میگیریم. باید ایرانی ها چشمشون رو باز بکنن و به این مسائل و مفاهیمی که ما به خصوص در برنامه ویژه قبلی پیشنهاد و ارائه دادیم توجه بکنید. ما برای همه راه حل داریم، حتی برای اونایی که طرفدار نظام بودن. البته منظور من این نیست که عدالت رعایت نخواهد شد، خواهد شد، اما ما به دنبال انتقام گیری نیستیم، ما به دنبال رفع مشکلات هستیم. کشور داره به سمت نابودی میره و کاری که علی خامنه‌ای داره میکنه و قرارمدارایی که با روسیه داره میذاره قطعاً به این سمته. وقتی این رسید که همه ایرانیان چشمشون رو باز بکنن و به عاقبت رفتارها و کاراشون کمی بیاندیشن. بنابراین جنگ اوکراین همچنان ادامه خواهد داشت و روسیه به این سادگی عقب نشینی نخواهد کرد. بدون شک جاهای دیگه زیاد خواهی هم خواهد کرد، به خصوص در مورد ایران، این هشدار من هست. و در مورد برجام اما در بخش بعدی به اون میپردازم.